انرژی که ما میگیریم همون ایرانه. این بار نیز به شهر زیبای بون در کشور آلمان آمده ایم. پیش از ملاقات با پروفسور نجابت، شوق زیادی در جان من موج می زند. از او بسیار شنیده ایم. نام پروفسور نجابت برای بسیاری از ایرانیان آشناست. او کسی است که بخش زیادی از عمر خویش را به خدمتگزاری هموطنان و هم نوعانش صرف کرده است. پروفسور نجابت با روی باز و خونگرمی خاص مردمان خطه جنوب ایران پذیرای من می شود. احواز به دنیا آمدم، همونجا هم دبستان رفتم. بعد اینکه دبستان اون تموم شد، چون اون موقع که ما در احواز بودیم دبیرستان نبود، برای رفتن به دبیرستان به تهران آمدم و تا دیپلم گرفتن در دبیرستان ناصر خسرو، بعدش هم دبیرستان مروی. از اونجا بعدش چون تو کنکور انقدر شلوغ بود، بام انقدر که شاید زرنگی نبودیم بتونیم تو کنکور قبول شیم، ول کردیم اومدیم آلمان. و هم با کار خوندن و با کار کردن و هم با درس خوندن، خلاصه گلیم خودمون از آب کشیدیم. این منم، این خواهر بزرگم پروین، این خواهر دومی پروانه، این مادرمه، اینم پیروز برادر منه که فوت کرده. بعد از ماها دو تا بچه دیگه هم خداوند به پدر و مادر من داد. یکیشون رضاست که اینجا نیست، برادر کوچکتر منه که در آمریکا پزشکه. یکیشون هم خواهرم زهره است که ایشون در تهران زندگی میکنه و در آزمایشگاه مرکزی به خدمت به مردم مشغول. رابطه من با پدر مادرم خیلی خوب. من با پدرم، هم با پدرم هم با مادرم رفیق بودیم. متاسفانه پدرم در سن 80 سالگی فوت کرد، ولی مادرم خوشبختانه هنوز زنده است و بهترین رفیق منه. و من هر مسئله، هر گرفتاری داشته باشم، بدون رو دروسی خجالت باهاش در میون میذارم و به من بهترین نصیحت‌ها رو هم پند تا میده. مادر من حق بزرگی به گردن ما و این جامعه داره. 5 تا بچه بزرگ کرده که هر کدومشون در سهم خودشون به مردم ایران، به ملت ایران، به فامیلشون کمک میکنن. و مادر من واقعا یه مادر نمونه بود و من این موقعیت رو ازش استفاده میکنم. از صمیم قلب از تمام زحماتی که برای ما کشیده ازشون تشکر. متاسفانه پدر من که واقعا یک فیلسوف بود و قرآن رو از بحر بود و در مصر تحصیل کرده بود، عمرش رو 10 سال پیش به شوم داد. ولی ایشان در هم در زمان جنگ ایران و عراق اینجا بودند و در خانه ایران که محل مجروحین و جانبازان بعد از عملاشون بود، جلسات زیادی تشکیل دادن برای مجروحین و جانبازان صحبت میکرد، تسلیشون میداد، دلخوشی بهشون میداد و واقعا خوشش تو قلب تمام این مجروحین جا کرده بود و از لحاظ انسانی سهم بزرگی داشت در دست آمدن نتیجه روحی و جانی برای برای مجروحین و جانبازان که امید خداوند در اون دنیا حتمش بشه. تو گویی عشق به ایران، دلبستگی به میهن در وجود خانواده مرحوم نجابت. پدر پروفسور نجابت نیز در دوران حیات خویش به شیوهی خاص این عشق را عیان کرده و هم نوعان نیازمند را دریافته. پس در عجب نیستیم که میبینیم پروفسور نجابت این گونه با عشق از ایران و ایرانی سخن میگوید و برق تعلق در چشمانش دیده میشود.
یه خاطره خوبی که ازش دارم میگفت همیشه نون حلال بخوریم. من یه دفعه یادم پدر من رئیس اداره کار خوزستان بود تو اهواز، یک مقاطع کار شرکت نفت اومد به پدر من رشوه بده که به کارگرا حقوقشون رو کمتر بده با شرکت نفت بیشتر حساب کنه. به جان بچه‌ام یه چمدون پول آورده بود در خونه ما. پدر من رفت تو خیابون چمدون پول رو پخش کرد تو خیابون.